هماقدر بخشتان نقل میتم کسی هسته که آجی پرامان غلام خدای شاگردی این شخصیت هسته. یکی پل آجی پرامان غلام است که شاگردم است. آجی پرامان غلام خدایی. خدایی. یکی پلان بسیر یا بابا شروز. پلان بسیر هم شاگرد خدمت. شاگرد خدمت. پوزش دنم بجام بار. خدای است. یعنی خدا آدیرش های سنت هست. در قبر میبرن از یادم نمیرون. احمد اگر. خواهیت است که بدبختی و مشکلی بدخشان فعلا نمیز کس نداره. چمانداز خوب داریم و سرمایه‌دارای خوب داریم. بخشم گرفته بودن که بیاد در تیمی بدخشان بازی نکر بریم در تیمی تخور اینمی موتاری جیفم میتم. ما گفتم ما بدخشیستم. ما تخوری نیستم. رئیس تیم من آمد از ام یک سر شروع کرد دخترها را مچه کردن گرفت دخترها را بعد من شش چواندازی همی جا منشور دارم انشالله به یاری خدا عصد باشه قی کل ولایت جا میزنم به نظرتان دلیل باخت بدخشان چی بود؟ هر دو چیزیست یکی عصد نداشتن یکی رهبری سیدانی رحمان رحیم به نام خداوند بخشاینده و مهربان سلام و درود خدمت همه شما بیننده های عزیز ارجمند خدا کنه که هر کجای کسی جور و آرام از گزند روزگار در امان باشید باز هم مقدرت الله محمدی در خدمت شما با یک برنامه دیگری خداوند را سپاسگزار هستم به خاطری که برای همه ما شما فرصتی دوباره بخشید تا اینکه ما شما از این فرصت استفاده کنیم خوبی های خود را افزایش و بدی های خود را کاهش بدیم عزیزان دل نگفتن نمانه که موقعیت ما از سک ورسوالی بهارک دهکده ربابی دیگه امروز بخیر ما دیداری داریم با یکی از شخصیت های فرهنگی مردم دوز همچنان یک میزبان خوبی هستند و همچنان نگفتن نمانه کسی هستند که در وقت خودش در میدان بسکشی دیگه در مقابلش ایش پهلوانی نمیتونست که استادگی کنه او پهلوان که سک دارم میکنم ولی معرفی نکنم بعد داخل بریم اما خوب است اما قدر بخشتان نقل میتم کسی هسته که آجی پرامان غلام خدای شاگردی این شخصیت هست او شخصیت کیست میریم بخیر داخل امروشون باز بخیر صحبت میکنیم اینه شو دروازه شون است دیگه خوب است که به خاطر ادای احترام دروازه را تک تک کنیم ما خود زنگ زده بودم که آجی سیب ما بخیر پیشتان ساعت 2 بجه میایم یک بار ساعتم ببینیم ساعت هم 2:22 دقیقه است 22 دقیقه دیگه یکم ذره فرجان نو وقت کرد خدا کنه که حاجی صاحب خونه باشن یک تک تک شد فکر کنم همیشه همو دافه قاضی میگن دافه قاضی میگن سه مرتبه کسی که بیرون نشد میرم طرف خونه السلام علیکم حاجی سیب جانتون جورست بخیر هستید خسته نباشید حاجی سیب جانتون جورست بخیر هستید زنده باشید فکر کردم که مزاحمتون شدم نه خلونه خسته باشید من گفتم که ساعت 2 بجه پیشتون میام برای فعلا 23 دقیقه گذشته خب هیچ فرقی نداره سیب والا قدرت ما را زنگ زد دیگه نو وقت کرد نه قربانشم ابراهان عزیز شاید شما از چهره بشناسید که حاجی سیب کیست دیگه خوب است که معرفی حاجی سیب میریم دمو داخل خونه میشینیم معرفیتون رو میریم قصه میکنیم آجی سیب همینجا باشیم و خونه بریم نه خونه میریم میرم همینجا نشینیم نه سرک خونه ابراهان عزیز شما ما را همراهی کنید میریم همراه آجی سیب داخل خونه قرمانشم میروانشیم آجی سیب ما پیدا کردیم امروز بخیر قصه های
جالبی داریم همراه حاجی صاحب. ناگفته نمانه که پیشتر حاجی صاحب گفتم که حاجی صاحب یکی از شخصیت‌های بسیار میزبان و همچنان مهمان نواز هستند. مرچم که اشتباه نکرده باشم حاجی صاحب. مهمان نواز هستید خوب. خیلی خدا مهمانی. بسیار تعریفتون خیلی شنیدم. دیگه باز میان کمی حاجی صاحب باز میان کمی قروتا و شیر برنج همه گپا را بسیار خوب آماده میکنن. ان شاء الله سیم همه چیزی. همراهان عزیز واقعا که جای حاجی صاحب بسیار یک فضای زیبا داره، فضای خوبش قسم شما در تصویر میبینید. یعنی جورم وقت تابستان باشه و در اینجا حاجی صاحب قالین راز کنه، توشک راز کنه، بعد ما حاجی صاحب قصه کنیم. حاجی صاحب خواهش شما بفرمایید. بخشش کنید با قدماتون. نه نه خواهش میکنم حاجی صاحب. قابل احترام هستید. همراهان عزیز میرم داخل خانه فرجام دو که دیگه دام پایین نمانه. همراهان عزیز باز هم خوش آمدید. خدا کنه که هر کجا که باشید خسته نباشید، همه دلهایتون پر از شادی باشه. همیشه ما کوشش میکنیم که برنامه های مختلف ما تقدیم شما کنید. دیگه انا گفته نمانه که قبلا مریضم راستی دیروزم بودم، بازم دیگه در خانه بیغم نششتم، گفتم اگه در خانه بشینم باز برنامه را که ثبت کنه. یک فیلم بردار داریم، یک گزارشگر داریم، خلاص دیگه فرجان است دیگه مصرف فیلم برداریم. آقای صاحب خسته نباشید. خدا نکنه کیل دارم. جانتون جاست دیگه بخیر هستید. الحمدلله قربان. ماشاءالله دیگه گفتن که آقای صاحب اسماعیل پیر شدن. اما شما را که دیدم ماشاءالله جوان هستید. نه پیر شدیم دیگه، چه یک دوران داره، یه دورانش تا یک کرد. همین بسکشیتون از سال گذشته در میدان بسکشی بارا که دیدم اون مونده گفتم آقای صاحب دایی وقت بزلال کنه. خیلی توی پیری بود یک شوق آمده میجا. خواهش سید چه خوب است که یک معرفی کتا از خطان داشته باشیم، شد اکثر بیننده شما را نشناسن و تعدادشون شما را بشناسن. اسم حاجی پلاما اسماعیل از ولایت بدخشان از اولسوالی بارکسم. اولسوالی بهارک قریه ربابی. دبه بهترین قریه بارک زندگی میکنیم. زندگی میکنیم انشاءالله بابا. همچنان ازبکتبار هم هستیم. ازبکسیم بلسی بابا. ازبکسیم. دکده ربابی چیونه دکده است به نظرتون؟ چیونه مردمی دارن؟ میزبان هستن؟ میمان نواز هستن؟ مردمی بارک خصوصا مردم بدخشان کلیکش میمان نواز است. باز ازبک ها یک کمی پیشتر است. خصوصا همین قابل پلا قروت ها دارن، یکان کلچه و عرقی دارن، شیر برنج دارن، این همی چیز ها دارن. مگم میمان نواز دین بدخشان سر تا سر بدخشان در جابری اول است. قربان شما. یعنی نگاهی سه چون همیشه بدخشان در حساب میمون نوازی به گفته خودتون دست اول داره. قسمی که مثال ما شما در می تلویزیون ملی ما شما که میدیم همیشه ما خبرنگارش نام بدخشان که میگرفت و همیشه همی میمون نوازی رو هم ذکر میکرد. بله سه هم تو بود ذکر میکرد، گوش میگرفتیم در تلویزیون میگفت که مردم بدخشان میمون نواز است. دقیقاً. آیا سه برای فلان خودتون چی مصروفیت دارید؟ مصروفی چه کار هستید؟ مصروف همی مالداری داریم، یکان دیوقانی داریم، مصفه شدگی سمو. دیگه ایت افصله کار نداریم دیگه. یک آدم 75 یا 70 باشه دیگه طبعا مصفیه است دیگه. این آقای صاحب شما مالداری هم دارید؟ بله سی مالداری هم دارید. یک قروت و مسکه و دوغوی گفت پریمان است؟ سینا میشه وقت گذاران میشه پس. چی تو کسی آقای صاحب باز همی زمان زمستان که میایه باز اکثر دوستا رفیقا به خاطر همی قروت ها و شیر برنج زیاد میایند، پیش شما تا حال کسی آمده؟ میهن اگان دوست زنگ میدن که آجی سب امشب یا قروتا خوری میایم یا پیشیم میایم، میان یکان دوستا و رفیق یاد کردن. باز همه قروتا با که میان همی چاشت بسا مزن همی چاشتکی با شب کسا شب مزن نمیدن؟ نه شبش نیست همی چاشت گفین هکسای ساعتی 12 بجه باشه قروتا و مزن بیتا. آجی سب برای فیلن در یه زمستان که میبینیم گسپندو که جاست هست همی جا جای بجایس حلف میخرن که و دانه میخرن همی جا قرار ایستاد ایستاد. آجی سب دیگه چه خوب است که بخیر برای مایسای سب طرفی سوالات بسکشی، چون که همی مسلک خطان دیگه بسکشی است، چه خوب است که صحبت های داشته باشیم. آقای صاحب از کدام مدت میشه که خطان بسکشی را شروع کردید؟ ما خود بودم، مالدار بودیم، گلدار بودیم، پدری ما حسب داشت، خودشم بسکش بود، بسیار زندگی و بقوت وقت داشتیم، تقریبا 60-70 بیتل داشتیم، 3-4 اسبی بزی داشتیم. بالاخره ما 16 سالگی بسکش شدم، رفتم کابل در تیم کابل در 16 سالگی. در اونجا که رفتم آجی از عرقل خدا بخشه رئیس تیم من بود. باز اونجا در بگرامی یک روز عمومی بسکشی میشد،
که همین بازارهای سابقه میفهمن که در کجا باز کشی میشه، جوانان در اونجا نمیروند. بعد در اونجا باید در لین هر ولایت استاد میشید با رئیسش، با معاونش، با متهمش. بعد مرا اما توار خردام از ظاهر شاه معرفی کرد که این چواندازی من نو آمده 16 سال است. یعنی در زمان ظاهر شاه؟ ظاهر شاه وار خردام می آمد. کلی ولایت ها را ظاهر شاه دیدن میکرد اما روز. بعد از او بس کشه شروع میکرد. باز قدی من که چیم بلند بود و بسیار چی بود؟ ای یک نگاه کرد. باز اما ایوارش مرا گفت یک خطوه پیش بیا. با یک خطوه که پیش رفتم دستی ظاهر شاه آورد و وار خردستی دیگه امتا گرف قیدستم دست شاید کرد. دوری روم زد. گفت با واقعیت که ای ریش نکده بوده طرف اجازت قل گفت که ای عریضش نوشته که من ترخیصش بخش بودم. بعد این مرومی اجازت قل آمد و بسکشی شروع شد. بسکشی شروع شد و فضل احسان خدا که در موضوع از این ما نمره گرفتم. نم... خوب درخشیده. آرخ شدیم. بسیار خوبش دیگه احسان خداوند. بود یه عمر کرد که این حتمی آدم ها بیاد که من ترخیز بخشی بودم. بود من طرف آجیسه بعد زردقل خدا بخشه گفتم که همین ترخیز بخشی هر جایی باشه مسکری من میکنم. نمیگرم بخش ترخیز. همین بعد آدم هست گفتم میتا. با نرفتم. نرفتم و دو سال در زمان زایر شو رفتیم. با سردارولی هم بجا چی داشت؟ طولای سوار داشت. بود بسیار قایم شد که بیاد در طولای سوار، اسکر، ما، شرط چی میگم گفتم نه. ما از تیم بدخشان بدخشی سیم ای تیم بدخشی برای ماده نمیتونم. یعنی که اما صبر و استقامت که دمیس بسکشی تیم بدخشان که داشتید؟ داشتم. گفته که بایدم دمی تیم بدخشان باشید؟ تا زنده هستم من گفتم از تیم بدخشان من بوسو نمیرم که من نام کشیدم ای نام بدخشی و نام من بدخشی است. هر قدر پول و پیسر هم که می اومد رد میکردید؟ این بسیار جوان ها حاضر مسافده حاضر است که در دروازه مسطح جیفای چهار دروازه بود. قبلگاه خودت اینا میفهمن اون مطرح را شما نینین شما جوان ها از تخار بخشم گرفته بودن که بیاد در تیمی بدخشان بازی نکر بریم در تیمی تخار اینمی مطرح جیف هم میتم من گفتم من بدخشیستم من تخاری نیستم از تخار برین شما چوانداز من نرفتم یعنی هر چپانداز از ولایت خودش از چپانداز از ولایت خودش بود در تیمای غیر کابل من میایم قندز هم بز کشیدم تخار هم بز کشیدم ولی در تیم کابل با کورها روپیه می دادم من نمی رفتم بایدی من بدخشی بودم یعنی همه بردتان در بدخشان باشه و یا باختتان باختتان ولی همیشه او یا یک لیک بازی رقم بود که دادر داده که کسانی که در پنج تیم بازی کرده در تیم در تیم بازی کرده نمره زیاد می گرفت قی اخلاقش بعد او بعد از او قرمان می دادن یک کپی قرمانی را می دادن بعد دوی سر قوم و دوستا و رفیقا همیشه مامی برده داشتم و دوی همین مردم بود که مرد میدان بود که یک کپ قهرمانی یا مدال قهرمانی که فعلا مدال ها بعضیش همیجا هستن هستن فعلا هستن انشالله باز از همو دستاورداتون انشالله ما دیدن میکنیم یعنی ما در این شکل نرفتیم ولی در دیگه وقتا رفتیم در تویا رفتیم قندز مزار بغلان تخار اینا دواندیم مسابقه رفتیم ولی بله که کابل نرفتیم صاف هیچ جا نرفتیم و زمین بنام بدخشان یا بردیم یا باختیم آمدیم رفتیم گپنک آیسی به زمان زمان تا فعلا دیگه تا وقتی ختم بس کشی را ایدامه میداده چند سال شده؟ تقریبا ما 35 سال است دارم 35 سال مکمل این همی یک اسفم از ختم بود اسفم از ختم بود از دوستارم میدوندم و جایی که میرفتم باز ای دوستارا میدوندم از ختم حتی امروز ناتوان نمیمون امروز امروز که چرا دوستا خفه نشوند من خودم دست داشتم از پی بزی آیسی به نظرتون ارزش هست دو زمان بیشتر بود دو فعلا والا یه آلی فعلا موسط هست بسیار بود این همی قیره که میبینید همی قیره خودمون یکان 30-40 هست بود کسوی را که بسکشی نمیکنن هم تا شوقی هست شوقی همه شوقی همی خودت هم داشتی من هم داشتی من کسی یک هست شوقی داشت و میوردم میدان و دوست و رفیقش نمیداد میدون آلی هست نیست دمی کلی بارا اگه ما بوشینیم ده تا هست نمی اومد اسوی بزی او وقت بسیار هست بود تقریبا یک هزار ده بارا جمع میشد یک هزار دمی خیلی بارا جمع میشد که سیل میکردی میگفتی بس تماشا کنم حالی که هم کلی جا چی هم کلی ساعت هست نمیشن پینجا هست نمیشن همه رقم هست همیشه چون دمی بزگشوی که شکرت میکنیم که ما کمبودی هست کمبودی هست بسیم نه هست نبود نه این وقت هست نیست آیسه برای فیلان خداتانم منعیس یک استاد همی بسکشی بودید استاد کار از خودتان برای فیلان کدام شاگرد یعنی کسی که از ابتدا پیش خودتان همی بسکشی را آموخته باشه کسی هست یا نه؟ بله یکی پل آجی پلوان غلام است که شاگردم است
پایس پلان غلام خدایی. خدایی. یکی پلان بسیری بابا شروز. پلان بسیر هم شاگرد شاگرد خدمت. یکی پلوانایی که مشهور است. مشهور است. یکی پلوان نجیب که آجی نظام از بارک سوام. بارک بلیسی. او هم ایکل میگفتن خدا بخشه که فعلا نست کشنی شما تا میتم دمیجاز. ای بیسا شاگردی اول هم بود که از کلی کده پیش بود. او بیچاره دم روی از غلطید و جانا بخش سپارید. اینه می بچه ها شاگرد موست و کسانی بر آمده و کسانیش نتونید بر آمدن و خانه نشین شید و اینه موست کشید دید توکل خدا گفته رفته ایستد نیه. فعلا نظرتان دمی برای شاگردوی که خدتان پرورشان داده دمی بخش بسکشی به نظرتان دیگه کدامش خوبتر می درخشد؟ همی آجی غلام، آجی غلام خدایی و اسب دوانی را میاد گرفته است خوب می درخشد پهلوان خوب هم است پهلوان همه تا سخت چنگال سخت چنگال و همه چیزه یک بار که همه که بس که داده سواجی سیل که پهلوان غلام خدایی که بزنه خلاص دیگه می رسانه او همو مستی یک فدوال واری یا اینه می رقم اما می فهمه که در کجا ما بگیرم و ای توپا می رسانم این همه شکر شکل اما با یک شرط آیسته می فهمی با چی شرط سی رقم سی می رقم در صورتی که همه ستاره وحش در بشه آجی سی باشه خواهیت است که بدبختی و مشکلی بدخشان فعلا نمیست کس نداره واقعیت هم میگه چمانداز خوب داریم و سرمایه‌دارای خوب داریم ولی اسب نمیگیرن انگیزه ندارن که ما اسب بخرن اسب بخرن برای آبروی وطنشون برای آبروی چیزان سابق که بود یک آدم اگه هیچی هم نمیداشت ننگش میامد میرفت والا یک اسب قرض کرده ایست اینمی آجی محمدینی چست چپچیز پدری از این هیچ چیزی نداشت رفت از قندز اسب خرید آمد قرض کرده آورد که من به نام بارک بلار چرا بارکی اسب کم داره اسبش من دواندم این اینه قم ننگ میکنه یعنی باید و باید من از فضل خدا یاری جان چون پیسه دارن پیسه خوب دارن خوب زندگی دارن که من میشناسم از میکرد کلان دای بارک است کم است ولی کلیش هم میشناسم در وقتش هیچی ندار ولی خدا خوب پیسه دار کرده ولی یک اصلا بخرم با آوری وطنشان در حالی که این بدخشان همیشه در بین 34 ولایت افغانستان نام اول داره از هر نگاه از لحاظ آب و هوا از لحاظ منظره حتی از لحاظ کسایی که پیشترم گفتیم از لحاظ پهلوان بسکشی همیشه دست اول دارم بسیار خوب پهلوانا داریم از سابق مال دمو کابل که رفتیم ما باختیم باختیم مردم بدخشان متعلم و شاش نمی خدا تو مردی جوان ها جمع شدن کلی شو جمع شدن و بعضی بیادارهایی که همونجا کلان ها بود بخید بیانه داد که همی حکیم با یک اسب بخره به نامش دت تا بخره اگر دت تا نمیخره یک اسب بخره که همین چواندازای ما بسیار خوب بازی میکنن اسب ندارن آمدن در حکیم با همین پیشنهاد کردن که شما یک اسب بخرین گفت من مال دندانتارا نمیخرم و قدرت خدای تعالی همو تیره همو همین گپه زدن و بهارش حکیم با مرد و بسکشید در فیض آباد رفتن پیش والی استاد شدن که همین بای مرد همین روز بسکشی نشوه امی یک تا نگو که نشوه گفتم بچی نشوه بشوه والا اگر کسی اگر سن جنازه امی از دور رفته باشه اما ورسی خودش بر جنازه کرد این امی در سنه در یادم است که امی امروزگی باری امی حکیم باید تقدیری بار مرد خوب زندگی داری هم وقت بود شرکت داشت زندگی داشت موترا داشت بیسی موتر در امی لین کار میکن از نخری گفت من مالی دندان دارا نمیخوام ولی بایی های ما خدا جا نکششان نمی زنده باشن یک اسب بخرم در کنایی سبت ما شما می قدر پلوان مثلا یک پلوانی که به نام ولایت زحمت میکشه و قدر اما تجاری که به خاطر بلندی نام ولایتش مثلا در سای بسکشی اسب خریداری میکنه دیگه قدر شما وارد دیگه یعنی شما آج سب واقعا که همیشه در خدمت مردم بودید برای فعلا که پلوانایی که نامدار است یعنی همونو شاگرد شما هستن بله سیما واقعا باید ما شما به نام شما افتخار کنیم آیسی خیلی انشاءالله همه این زمانت زیاد کشیده میشه این سال آیسی یکان خاطرات جالب از زمانهای بسکشی اگر یادتان باشه یکان خاطره که هیچگاه یادتان نروه ما یک خاطره بسیار خوب دارم که بعضی دوستان در بسکشی ها قصه کردم در ولایت سیمه پنج اسبی گرد کردن که کی قرامان میشه داود خانم در بالا شیشتا رئیس جمهور دمیجا ما یک اسبی آجی سینه مجان میگفتن خدا بخش از کشم بود او را میدواندم اسبی همی رئیس تیم مونه آجی عزت قلن یک نمره ما گرفتیم یک نمره تخار مساوی سیم و 50 اسب است از هر ولایت 5 اسب است کده گیست 50 اسب است نمی رکم که ما خود طور شدیم ما 3 نفر است 5 نفر است
پنج نفر هستیم، شیش تیم نمراسی دادن و یک بوتالک و ستا بوتالک های آینی بود. کوک میگفتن در پیش ما موندن. خب هم اگه همین اندی اولام کوک خردم، من نخردم. فکر چور زدم که من اسبی کی را سوار شدم؟ آیا اسبی آی شنیم مده سوار شدم؟ یا اسبی آی جزد قل سوار شدم؟ قی خدم مشوره دارم کدام از این من سوار شدم که من بز بتانم در اینجا گرفتن. وقت تخته ماخیر در بین پینجا هست. خواه می را خیستم از جام چرک شد و برامدم. برامدم در میدان و رفتم طرف اسب و می گفتم که می اسبی آی جزد قل سوار شدم تیز بال هست. سرش اعتماد داشتم؟ آره اعتماد داشتم. ولی اسبی آی سید مجان از سیدش سعی سازی بسیار پاک کرده و با میزیر چشم سیل کردم که همین اسب دراز گرفته از طرف ما آمد. از طرف ما آمد و با چشم خم پرتافتم مثل قرضار باشی یکان نفر. این اسب آمد همین راست پوزش در نمی جان بار خودی اسب یعنی خدا آدیرش های ایسانه تا در قبر میبرن از یادم نمی روان احمد کرد احمد کرد و من همین دویده چیز گرفتم ریکابا گرفتم و رجامو نگرفتم امی ریکابا گرفتم از پیستا شدم می رکم و آوی دیدم سر کرد گریه کردم گریه کردم که یا مرا ای اسب می زنم اکشه ای چی سر است که اسب مرا ای آلا کدیسه در وقت خودشم حیوان است حیوان است آنسی خب بالا شدم سلام کردم که چرا سوار نمیشه ای امی فوتا را ایله کردم و آوی دیدم پاک میکنم میگم عرق است نمیگم که آوی دیدم ریخته است خب رفتیم در میدان رفتیم لاسپیکر اعلان کرد داوت خان در این بالا شتگیز بسکشی شروع شد که 30 دقیقه است مانده 30 دقیقه برای اعلان کرد که 15 دقیقه مانده همی 15 دقیقه نه همی از شور خود در زیر پام همی یک خیز زد و دیگه خیز زد نمی سر تورپی رفت ما هم سر پایان کردم خلایی همی پاچه تورپی در دست ما آمد از پیت راست نبرامد دور خرد دور خرد خط پشت سر بود مثل که اگه انسان وارد دور خوردم و از دمی خط آمد همی آمد دمی دلم گشت که همی نگاه که کلام ایده پاچه را نگرفته گفته شد یک بامیانی همی پاچه را نه همی دمچه گساله را دمی تو در دستش دور داد و همی قمه کلی که مرای خط بدار کنه مزایم میشه همی قرمان شام همی لجام اسبا گرفتیم که اسب در جیفته که یا اسبا که زد همی از در خط غلطید همی چوانداز در خط غلطید ایسنترش نه تورپی را در خط اله کردم اینمی سانه تازنده است از یادم نمی رو و یک دم این بالا نه چرک شد و بسکشی خطوی ما شد مرا گفتن که بیا چیز طبیعی کپ و میدال طبیعی بود من بالا شدم صدا کردن که اصلا قطید برا من از بتا دور بطی حد در از اینه بالا شده سالی پس همه تا شدم و لجامی اصلا در سر قش پرتافتم سعیس چه صدا کردم سعیس گرفت ایره استاد کردم ما بالا برامندم بالا انایتا میگفتن یک دکتر بود یک زنی شوروی هم بود پیلوت بود باز اینا همینجا استاب دادن باز همین زنها با من کپ و بیرق و میدال در گردن پرتافتن با من میدال خدا گردن همو زنی شوروی همو پیلوت نپرتافتم یک چک چک یک استقبال شد همینجا که بلاخت باز ما تشت دزیر و همه جا پولیس های امنیت گفتن که نبره یا پلاوان شماری تا مردم نروه خب همین متعلیم اسکر بود بلخشی و متعلیم است و کلی که نمی دری در وزر را گرفت گرد و بعد دمی بیرونی غازی استودن که اسماعیل برای برامدم از همه جا مرا سر شانه شما ورداشته بردن تا اتاقم خدا حضیر شاید که همیشه دمی شود یا یاد میدنه که همین بلخشی های برای میوردارن اینمی خاطره ده هیجان داشت همی قیموزه و قیم درشم سرشان همی طلبای مکتب اسکر است سای منصب است جگلن است توران است هر چی که است همی سرشان هاش نمرا میوار داشت اگه دم بدم داوردن دم اینجا شب تا 12 بجه شب 11 بجه شب باز همه تا اتاقی من بسا کلام بود همی رقم باز همی دختر آمدم تا یک تبریکی دادنی همیجا شتگیستم رئیس تیم من آمد از همی یک سر شروع کرد دخترها را مچه کردن گرفت دخترها را بعد ما گفتم ما واجی سیب اینا خوارای ماست مرا تبریکه من گفت اینا اولادای ماست من خشیم نمیفهمم عجزی خشیم نمیفهمم این همی خاطره بود که دلار دادم ما بخشت گفتم بهترین یک خاطره تیر کده ایست آجی سیب واقعا یک خاطره است که به تیره امرای اما خط زرین اما تاریخ نمیشه باید همیشه خدا و راستی در یادم میایم این کاری است یکان دوستا و این بچه ها را قصه میکنم همی جوان های بزکش ها را میگم با همیشه یک چیزی نصیحتم که همی پابتارت
تارت که موزه را بپوش، با خدا باش، هیچ وقت خدا هیچ وقت خدا ناکامون نمیگه. سلام باشد حاجی سید، تشکر زیاد. واقعا که بسیار یک خاطره جالب، کسایی که بیننده هستن میفهمن که این خاطره چقدر یک ارزش بالایی دارد. همراهان عزیز، فکر کنم که چای ما حاجی سید یخ کرده گیسک، تا وقتی که ما نوش جانش میکنیم باز دوباره بخیر بود. همراهان عزیز، باز هم خوش آمده. خدا کنه که در قسمت اول برنامه، برنامه که همراه حاجی سیب داشتیم، خدا کنه که بخشتان همت لذت بخش باشد، چون که همه حاجی سیب واقعا که بسیار خوش قصه معلوم میشه. حاجی سیب قرمان شما، چون همراه تان برای فیران نو هم کلام شده گیستم دیگه، بخیر یک شب بیم اینجا قصه کنیم هزار دفعه کلام شده که میگی قروتا و جور کنیم بعد بیه قیمه چون آقای سیب با مشکلی که قروتا ها نمیخرم خیب باید اگون چیزی آدم آه نندی والا که میخرد یک آدم والا میندی والا که پیش خدم که قروتا خوره که میایم با اینا آماده میکنه خودم یک طرف هم میشینم میگم دیگه دلتون خود با خودت یک چیزی وطنی بسیار چیری چیری وطنی میکنم با خودم آقای سیب بخیر یک گوسفند میاریم یک با سبک همه عربی پختش میکنیم بیخی خوب است چوپانی میکنیم عربی میکنیم کاری میکنیم امروحان عزیز آقای سیب درباره شاگردای خود گفت مثلا بصیر بابا عاشور و همچنان آقای سیب پرامغلام خدایی آقای سیب میشه که در گذشته همی آقای سیب پرامغلام خدایی چگونه یک شاگردی بود، شاگرد شوخ بود، سرکش بود، آرام بود، دربارش چند دقیقه صحبت کنیم. آجی غلام پدرش بسیار یک بسکشی قهرمان بدخشان بود. از اینکه در بسکشی در تنگالاب بقوت نبود در وقتش. بازی همی کم کم شو قصد میکرد و میدون. باز من ایره گفتم بچه بیا یک کار که خدا کنه پدرت قهرمان است. من این ولایت را بکشم خارج ولایت برم که نامی تو برایه. دکیشم بسکشی شد. دکیشم بسکشی شد و بسکشی خلاص شد. بسکشی خلاص شد مرا دوستا است. مزار زنگ زده بودن که تو شاگردات را گرفته بیا که یک تیم در ایجا داریم و نمی تیم ما قی شاگردات بدمون. من غلامه گفتم بچه دیگه چاره نیست بیایم بریم تا تاکه نمی بدخشان پیش اسب زمان بای میره یا پیش اسب جنرال نظیر من میره بیا تر ما قندز مزار میبرم. از همیو دموتر شوندم و پلوان نجیب هم گرفتم. پلوان بسیر نبود. ای ارده را گرفتم بردم مزار. مزار که بردم یا علاقه میگفتن یک تجار است، در وقتش هم وزیر بود. ای آشنام بود، بردم پیش از ای. پیش از ای بردم شب همجا موندیم و صبح همون رئیسی عمومی بسکشی شاگردم بود. پهلوان سیف الدین میگفتن. او هم شاگردم بود، همون برای زنگ زد که همینا را گرفته بیار. با رفتیم صبح که در اوتل جمع شدن جلسه میگرفتن که سبا ما تیم جور میکنیم و بسکشی را شروع میکنیم. نمی جلسه که برامنه مرا دیدن. شناختن. یک تعداد جوان ها نشناخت، یک تعداد شناخت والا پلوان اسماعیل بلخشی را آوردن. ما اکای بلخشان قی شاگرد هاش آمدن ما تیم نمیکنیم. اکثرشان نام شما را امیتون میشنیدن اما خودتون را ندیدن؟ نه ایده بودن نه اکثرش. بعد اینا تیم قبول نکردن. تیم که قبول نکردن صبح بسکشی شد و رفتیم گفتم خیلی غلام اینه میگه هر را قمیم کنیم یک بسپردوی خدا با کشت بطی و یک بسپردو با فضل احسان خود دو بز گرفت. آخر والاقا گرفت. شو آمدیم پس جای همه علاقی قیم و شاگرد و رئیس تیم و کلی اوجا بز آخر والا که پرتایی همی چیزی که دوست رفیق است دم یک جا شو میاد همو پارتی همو تجلیل میکنن تجلیل میکنن و همو جا سات یک سات تیری میکنن و میشینن و قصه دارن و باز همو جا غلامه گفتم خیلی نیم سال در نمی جا بیشی و تست بدون دیگه بدخشان میای یگان وقت بیان اینه این فضل خدا نام خدا غلام امروز یگانه بسکشی سمت شمال اولش است ولی عهد نداره در بدخشان بیچاره یگانه مشکل که داره ای است عهد نداره بایی نمیشه ای عریفتار است یک نفر که نام کشید در هر کار دنیا خودتان بهتر معلوم است که هر کار دنیا نام کشید عریفتاری این مردکه در سمت شمال عریف داره در بدخشان داره عریف در هر جا به عریف نیست ولی هست خوب باشه که ایره آلم آور داره و ای عریف خدا نگاه کنه و بزشه بگیره و
خو عکس به اولاد معرف میزنه اوگورد میکنه نه بس بر تو تام میتونی نه چیزی این مشکل در غلام نیست مشکل دست شد او انسان امیر خان دیدم چندین بار از روی اسب در زمین افتاد در زمین هم یوم تلویزیون سیل میکردم دیدم که او مرد که اسب پایکت غلام غلطید این میگه اگر اسب میداش غلام چرا میغلطید ای کارو اسب میورداره 80 فیصد ای اسب باقیش از چوانداز پهلوان فقط نمیتونست همراهان عزیز نظر حاجی صاحب کسی که در باره بسکشی مسلکی سن یعنی در زمان بسکشی 20% رول پهلوان و 80% از خود اسب است اسب است بله اسب با هنر باشه اسب با قوت باشه حد نه دوای ولی همین اسبای با قوت هم میگیرن میگیرن ای خط بدر میکنن اسب خوب و هم خط هم میشوره چشم جمعی پیشتر من قصه اسب کردم او خط هم میشوری که همین بز دمی دستش میره در سر خط استون میشد نمی برم علی خط همینجا قرار میشد زوم کده میشد که تا بزن میپرتفتیم سلامت باشه آی سیب تشکر زیاد آی سیب از زمانی که خطان بسکشی میکردید همون پلمانه های بسیار که مشهور بودن میشه اگر چند دانشان نام بگیرید اما تا پلمانه بودن در تنگبالا آجی خدایی بود خدا بخشه ایلای بخش بود پلمان کی بود کریم است پهلوان مدامین بود خدا ببخشه فوت کرد دیگه یارگو پهلوان اعظم گفتنی بود از درای مهمانی گفتنی بود این چواندازای بسیار درجه والی هم وقت منشور بود در هر جا رفتم به یاری خدا اما تیم با آبرو آوردن نه که به آب همیشه چواندازای خوب بودن و یک شاگرد ایکل میگفتن بسیار بهترین شاگرد بود بیچاره فوت کرد و هم خوب پهلوان بود و هم در کشم بود خدا مغفرت کنه شاید جوان و بیچاره دمی اسب دوانی مرد غلطی دای اسب مرد بیچاره سلام باشه آجی سیب تشکر آجی سیب نظرتان در برای تیم بزکشی بدخشان چیست؟ برای فعلا که پهلوان هایی که مثلا در ترکیب است و همچنان اسب هایی که در ترکیب است که بزکشی بدخشان ها برای فعلا دیگه تشکیل داده که سنه این پهلوان و اسب ها نظر خودتان در برایشان چیست؟ نظر ما در یکی رهبری صحیح کار داره هر کاری دینا به رهبری نمیشه یا دومی یعنی همین چواندازای ما شش چواندازی همین جا منشور دارم انشالله به یاری خدا است باشه باشه قیکل ولایتی جا میذارم چون شاگرد خودت شاگرد خودم است ولی میفهم که نمینا لایقت داره اما ولی مشکل دمی داریم که حت نداریم رهبری صحیح نداریم تنظیمی صحیح باشه رهبری صحیح باشه هر دنیا هر کار به یک فامیل ببینید که اگر رهبری نباشه با اون فامیل کیت میشه همین یا حکومت داری یا قربابی یا قیرداری یا بسکش هر چی که هست یک تیم یک فوتبال یک رهبری نداشته باشه همون تیم از بین میره ولی رهبری با کار اسب با کار یعنی با کدام پهلوان کدام اسب داده کلام اسب داده شوه و یکی که پهلوان بدخشان یک خوبی سا خوب است با هر رقم قتی مردم جور میه ولی مشکل داریم که اسب نداریم اسب نیست اسب باشه اینا قیر جا بازی میکنن یعنی همین سال که در لیگ دوری پنجم بزکشی که بود به نظرتان دلیل باخت بدخشان چی بود؟ هر دو چیزیست یکی اسب نداشتن یکی رهبری سیدانی دو چیز دو چیزی مشکل در پهلوان نیست مشکل در پهلوان پهلوان هم پنج شش چواندازی داریم گفتم که در سمت شمال نیست هر جا داوردی همین هست هر ولایت داوردی همین هست چون ثابت کردن به خاطر که همین وقتی که بدخشان که باخت یعنی در طول تاریخ امسال در میدان بسکشی جای به خاطر بیننده نبود که بیننده برای در اونجا سیل کنن اکثرشون در سرک میگشتن وقتی که بدخشان که باخت میدان خالی شد میدان خالی شد من اونجا تلویزیون تعقیب میکردم خبرنگار برآمد بیرون پرسان میکرد که چرا درون نه گوجای نیست ای کشاسی ای بدخشان تیکیت گرفتی تیکیت پیدا نمیشه و خبرنگار گفت که 80 فیصد مردم بدخشان گفت در کابل نه اولی مونده است نه اتاق مونده است کرا گرفته ایستن و مردم وقتی که باخت گفت بدخشی چی خاموش شده ای این نمی نشنم ما بسیار تاثیر کرد سر ما که در وقتش هیچ وقت بدخشان یکم باخت گنده نکرده بود ولی حد نداشتن رهبری سعی نمی نمود یعنی دو چیز ولی دو چیزی بسیار مشکل است رهبری و اصل نیست بلی سعی رهبری سعی نبود خیلی پیشنهادتون چیز به نظرتون دیگه که پیشنهاد ما همیست که در تمام بدخشان باید بایاش اسبای خوب بخره چوانداز ها داره جوان ها داره به مدل چپانداز باشه بگه که دادر اینمی هست یک رهبری شوه که تمام ولایت جمع شوه و یک رهبری صحیح یک رئیس صحیح بگیرن و زیر چتر همی رئیس اینا بسکشی کنن این انشاءالله پیروزیشان است
سلام باشه آقای سیب، تشکر. در آخر کسایی که شما را بیننده هستند، بلکه از افغانستان نیستند، از کشورهای خارج، برای فعلا برنامه ما و شما را بیننده هستند، پیامتون به کسایی که امید دارن از تیم بزکشی بدخشان و همچنان از پهلوانای بدخشان. همیشه حتی بعضی کسا دوستا به ما گفتن که ما همین سال کسایی بودیم که پیشی تلویزیونات و بزکشی را که خوش نداشتیم، به خاطر نام بدخشان ما پیش تلویزیون بودیم و وقتی که بدخشان که باخت، همین اشک ما جاری شد. آه واقعا همین قسم بودن، تفلا بود، خانما بود، حتی کسایی که دیگه پیرمردا بود سیل میکدن. پیامتون دیگه چیست به می پیام ماست که با ملت که انشالله بزکشای خوب دارن، جوانای خوب دارن، نایمن نشون، اما ککنن که همین ملت یک بایای ما را به هر شکلی که باشد قینات بتن، یک یک اسب خوب بخرن، با آینده به یاری خدا پیروز هستن. پس هم بدخشی تازه است و بیرق بدخشان بالاست. پیام مهمیز دوید تمامی با بیادارای عزیز امروحانی عزیز، پیام حاجی سیب شانیده تمام ملت و خوستن کسایی که تجار هستن، واقعا که حاجی سیب حق به جانب هستن، چون صحبت هایی که میکنن خودشان پهلوان هستن، استاد کار هستن، دستانه بودن، بزکشی را تحلیل میکنن، میفهمن که اینی بزکشی چگونه بزکشی هستک و این تیم چرا باختک. چون آقای سیب تمام اطراف را تحلیل کردن، دیگه گفتن که چه مشکلاتی هستک که تیم بدخشان برنده نیست. دیگه کسایی که تجار هستن داخل افغانستان و یا خارج از افغانستان، قسمی که آقای سیب گفت که باید یک رهبریت سالم باشه و همچنان اسبه هایی که واقعا که شایسته پهلوان است، اینی قسم اسبه ها باید تقدیمی همه قسم پهلوان ها شود. دیگه مشکل در پهلوان نیست، قسمی که آقای سیب گفت. آقای سیب بازم تشکر زیاد. دیگه ما گفتیم یک دیدار داشته باشیم با شما. دیگه ما گفتیم که شما خانه هستید نیستید، اما تا بیخبرم آمدیم. یک خبر بسیار انده خبرتون کده بودم. نشالله رو ملکی؟ یعنی ما در زمانی زایر شاید نیتا یادم رفته. امروحانی عزیز، همین دستاورده های آیس ماندگی است که میره ببینید. نشان بودم که دوستان نگوه که لافی بیجا زدگیست کلم اتاقی گرم نه. این از شما ببینید تاریخ از این را بخونید. یکیش در زمانی زایر است 1350. این از سیب این از زمانی داود خان است که نه چیزی داود خان است از که وقابی داود خان مانده بود. این از در زمانی چیز است جمهوریتی کرزای سیب است. این آزیه امروحانی عزیز، این ایرم ثبوتی حاجی سیب از زمانی داود خان، داود خان دیگه زایر شاد داود خان و از زمانی حامد کرزای، حامد کرزای بله سیب. این تقدیر به مای کسی که با حاجی سیب تقدیم شده گیست و آقای سیب هم گفت که اکثر دستاورده هایی که دارن برای فعلا دستشان نیستک دیگه، پیش دوستا و رفقا رفقاست هر کسی بودن. حالا یک گپ هم هست که همین پیش حاجی سیب غلام هم که میره میگم دستاورد داریم، یکی دستاورد دارن پیش خودم نیست. ای چرا پیش خودتون نمیگی؟ نمیمونن دوستا. ما یک کسی یک معلم آشنام شد سپورت، مکتبی سپورت نبود، ای از امریکا بود، آمد است که مرا بچه اکرم جان فیضاباتی گرفت، میده بچه و گفت چیزت میشه و گفتم دادر زادم است که مرا گرفت، گفت ستا وسایل نبود، گفت سال دیگه من در این وقت پلان اسمال بخشت میارم. با همون تاریخ باز که رفتیم کابل آورده داد، او وقت وسایل کم بود آخی در زمانی ما. دیگه هر کسی میگه اما از که از اوجا که آورد وقت رفیقا مای پیشم گرفت برد و از که میگرفتم با بگت نمیموندن. اینه می خانه پر میشد، مهمان خانه می آوردم، همی خودت هم می دارم آمدی می ورداشت، هر دوست رفیق پیونه دیدین که در پیش آجتوی را میالی یک الماری از که ما پرست هستی، وقت همی گپ هست نمیمونه. اینش هم من کم کردم، میره خدا بخش مالی نمو من کم کردم، بعد از او برامد در دست ما غلطی گفتیم بنا می توخ نباشد. آی سبالی، چون اکثر دوستا که اگام دست آورده شو برای که خانه میبرن به خاطر تبرک است، تبرک دو یادگاری میونه دوستاز دیگه خدا نگاهشون کنه. آی سب همیشه موفق باشه، خداوند دیگه شما را حفظ کنه. دیگه بازم بخیر، ما شاهد باشیم که دوباره در میدان به خاطر یک تشویق پهلوان خودتون داخل شوید. انشالله میشیم. دیگه بفهمن که استاد ما هنوز استاد ما سگ، هنوز هم دیگه توانایی دیگه دارید. چون سال گذشته ما شاهد بودیم. امروحان عزیز بخیر، شما بیننده عکس آجی سه باشه که بخیر دمو تامنیل، یعنی دمو عکسی که بالای ویدیو میه، انشالله حتما ما و عکس باز نصب میکنیم. عکسی پارسال سال 1401 آقای سیب احمد یک بز جانانه را در میدان بزکشی دشت باری کردن گرفته بودم. بله سیب، اما دیگه لباس پهلوانی هم نداشت، نداشتم، نه نموندن، نموندن، هرچی من کم شدم خواهد نموندن دیگه. همی شاگرد هم آمدن گفتم بخیم یک سوار شد،
و صاحبه است من مامو ایبیان میگه من فیض آباد است بسیار رفیق سابق است که و 20 سال اگر 30 سالم رفتم کابل بسکشی او را قتیم بردم از همه خاطر که اولی اسم میخره ای شوقی هم وقت بود این آلم گفت که اسم هم بخرم یک سوار شدم سوار شدم دیگه وقت میگریزم دوستان نمیمانم بیام اسم مرا سوار شد خود نمیشود این آچار سی مکم شدیم دیگه وقت مسافر شدیم سلامت و سیب تشکر زیاد هر ببینید سلامتی امروحان عزیز حیرم بود برنامه امروز ما دیدار داشتیم امروی حاجی سیب پلمان اسماعیل یک از شخصیت های فرهنگی مردم دوست و همچنان یک میزبان خوبی هستند خدا کنه که شما از دیدن برنامه لذت برده باشید و ایره فهمیده که استادی حاجی پلمان غلام خدایی و همچنان نجیب حاجی نظام و همچنان بسیر بابا عاشور کی بود این جناب هستند شما دیدید درباره سرگذشتشان دیگه خدا کنه که از برنامه خوشتون آمده باشه ایران بود برنامه امروز ما تا برنامه بعد الله یار و یاورد